آیا دکتر، بریم سراغ سوال بعدی. یکی از موضوعاتی که دقیقا در خدمات ارتودنسی شما ازش ابزارهای دارویی که استفاده میکنید کورتون هاست، من تا اونجایی که میدونم درسته؟ و حالا ما در فضایی هستیم که کشور ما و دنیا با یه پاندمی به نام کووید 19 در حقیقت مواجه هستش که هممون بهتر میدونیم که کورتون ها سیستم ایمنی رو تضعیف میکنن و مخاطراتی رو دارن و کمتر توصیه میشه. البته که در فاز حاد کرونا هم ما از کورتون ها استفاده میکنیم و دگزامتازون. خب در این حوزه ما چیکار کنیم؟ شما چه خدماتی میدید؟ یه نیم نگاهی به کرونا داشته باشید. الان فضا کروناییه در دنیا و در کشور ما. ما هر قراره یه جسم خارجی رو بزنیم تو دهان یه بچه مثلا 7 8 ساله 9 ساله و ازش بخوایم که در واقع کرونا رو ازش استفاده کنیم، چیکار کنیم؟ ببینین راجع به کرونا اگر ما بتونیم پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنیم هیچ مشکلی نداره. اگرچه که ما هم توی دانشگاه در این مریض رو میبینیم، هم در مطبمون الان شاید بیش از 6 ماست که ما در این مریض رو میبینیم و این مشکل رو هیچ نداشتیم. اگر اون پروتکل ها رعایت بشود، در واقع قبل از اینکه مریض بلند میشه و میره، تمام اون صندلی یونیت رو با الکل در واقع ضد عفونی میکنیم و اون رعایت میکنیم. چون اگر اینکه مشکلی به وجود بیاد، ما خود ما که به عنوان دندانپزشک یا متخصص ارتودنسی هستیم بیشتر در ارتباط هستیم. شاید مریض یک بار بیاد مثلا در مطب ما، ماهی یک بار، ولی ما هر روز تو مطب هستیم، هر روز در این مریض رو میبینیم، ما بیشتر در معرض خطر هستیم تا مریض. حتی این اگر پروتکل ها رعایت بشود مشکلی رو به وجود نمیاره که در این مریض ها رو میبینیم. در واقع باید تهویه مناسبی در مطب باشه، باید اون شرایط بهداشتی رعایت بشه. این از کرونا.